بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله. دوستای نهایت عزیز، برنامه فرهنگ و تمدن اسلام است. من حبیب الله مرادی با جناب استاد خلیل الرحمن سعید خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم و کوشش میکنیم که تا یک ساعت دیگر یکی از برنامه های خوب برنامه فرهنگ و تمدن اسلام خدمت شما پیشکش بکنیم. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه را بیننده باشید و از داشته های برنامه استفاده عظیمی داشته باشید. موضوعی را که ما امروز انتخاب کردیم در این برنامه، موضوعی است که باید اکثر دوستا و هموطنهای ما خواهش کرده بودند که باید به می پرداخته شود. موضوع زکات است. زکات یکی از ارکان مهم اسلام است که تقریبا در 82 جای قرآن با نماز یک جا ذکر گردیده. بنابراین ما امروز کوشش میکنیم که صحبت های بیشتر برای استاد بتیم و سوالات بسیار زیادی است که هموطنان ما پرسیدن تا به جوابات خود برسند. جناب استاد به برنامه خوش آمدید. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خیر باشید. یکی از سوال همی است که خوب است در ابتدا بفهمیم که چه جایگاه و ارزشی دارد زکات در اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه و سلم و على آله و صحبه اجمعین. و بعد استاد مرادی، خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. علیکم السلام. الحمدلله که یک موضوع بسیار مهم و اساسی را انتخاب کردیم پیرامون بحث زکات. طبعا که زکات در اسلام ارزش و عظمت بسیار زیادی دارد، من حیث یک فریضه خداوند و من حیث حق بندگان الهی در مال ما و من حیث فریضه ای که بر او ابعاد مختلف شامل است. شما میفهمید فرایض و احکامی که خداوند فرستاده است یا جنبه شخصی دارد، مثل برخی از عبادات، مثل روزه گرفتن، نماز خواندن، تلاوت قرآن کریم، اذکار، رفتن به قبرستان ها، زیارت کردن، همه از اینا عبادات است که جنبه شخصی دارد. و برخی از عبادات است که جنبه اجتماعی دارد. اما زکات را وقتی الله متعال تعریف میکند و توضیح میدهد، در حقیقت عبادت است که هم جنبه شخصی را در بر میگیرد، هم جنبه اجتماعی را در بر میگیرد. و این تو عبادات در اسلام بسیار کم است، نادر است. زکات از درون انسان بخل را دور میکند، کینه را دور میکند، تطهیر و تزکیه باطنی را به وجود میآورد و در اجتماع فقر را از بین میبرد. مصیبت بیپولی و ناداری و فقر اقتصادی و مصیبت های متعلق به مساکین و فقرا را دور میکند. از او حیث یک عبادت ارزشمند. الله متعال به این عبادت به قدر توجه داشته است که در دو مرحله فرض شده است. عبادت یا در دوره مکی فرض میشود یا در دوره مدنی، مثل که روزه در مدینه منوره فرض شده است، جهاد در مدینه منوره فرض شده است، زکات، نماز و توحید در مکه مکرمه فرض بوده است. اما زکات از جمله عبادات است که در هر دو مرحله فرض شده است. یعنی به این معنا که در مکه الله متعال فقط مسلمانان را امر کرد که زکات بپردازند، فرض است. چنانچه قد افلح من زکاها، یقینا راستگار شد کسی که زکات را ادا کرد، خود را تزکیه کرد، که علما گفتن مراد زکات بوده است. ولی در مرحله مدنی خداوند متعال مقداری از این را مشخص کرد، اندازه هر مالی را که باید از او زکات داده شود نصابش را معین کرد. بنان اهمیتش از اینجا هم فهمیده می شود. از طرف دیگر، چنانچه شما در مقدمه گفتین، الله متعال در جاهای متعدد زکات را با نماز یک جا ذکر کرده است. به این معنا که چنانچه نماز ارزشمند است و اهمیت دارد، زکات هم به مو اندازه اهمیت دارد و ارزش دارد. تا جایی که خداوند میگوید اگر حکومت اسلامی در زمین قائم شود و بندگان خدا را ما در زمین حکومت و سیادت بتیم، اولین کاری که میکنن نماز را برپا میدارن و زکات را اعطا میکنن. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه. نماز را برپا میدارن، زکات را ادا میکنن و بعد کارهای خیر دیگه را انجام میدهن. یا یکی در احادیث متعدد به الفاظ مختلف الله متعالی را یکی از ستونهای اسلام گفت. بنی الاسلام على خمس: شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. دادن زکات در کنار نماز، در کنار کلمه توحید و شهادت، یکی از بناهای اسلام است.
این اهمیت را بهتر از ما صحابه در کرده بودند. چنانچه ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة و الزکات، قسم به خدا با هر کسی جنگ میکنم که میان نماز و زکات تفاوت به وجود بیاورد، فرق بکند. بحث بسیار یک بحث طولانی است. ارزش زکات از حیث اجتماعی، در نقشش در دور کردن فقر، نقشش در دور کردن مشکلات اقتصادی، یقینا که یک نعمت بسیار بزرگ است. اجازه بدین من حیث حسن ختام این بحث ایرا بگویم که زکات فقط این نیست که انسان از جیب خود یک پول را میگیرد برای یک فقیر میدهد و حساب میکند، بلکه یک بنای شامل است که اگر این را دولت ها اداره بکند، بلکه انجمنهای برای زکات جور شود، بانکهای برای جمع‌آوری زکات جور شود، در حقیقت نقش بسیار اساسی در دور کردن فقر نه تنها از جامعه اسلامی بلکه در جامعه غیر اسلامی می داشته باشد. بلکه ما هم با وسیله زکات می توانیم کشورهایی را تمویل بکنیم که هرچند مسلمان نبوده باشند ولی غریب بوده باشند. این در دوران عمر بن عبدالعزیز تجربه شد بالفعل. یعنی در دوران عمر بن عبدالعزیز وقتی زکات را جمع کردند، دیدن که غریبی در سرزمین های اسلامی نیست، بعد یک بنابر قول گفتنی روان بکنید برای کسانی که با ما پیمان دوستی دارد هرچند مسلمان نیستند. یعنی یک بنای اساسی و مهم که حق الله متعال بر بندگان است، فریضه است، عبادت است و در زین نقش اجتماعی بسیار عظیم و شامخ دارد. بسیار موضوع مهمی را اشاره کردید شما. میخوایم که کوتاهی را بگویید که چطور مسلمان ها از این فریضه الهی که میتونستند در او وقت و زمان این کار کردن، ولی امروزه در دامن دیگران افتادن که تا برشان کمک بکنن. متاسفانه وقتی افول و نزول و پیشرفت ملت ها را متوجه میشیم، به روزگار سیاه خود، یعنی انسان جگر خود میشود. مثل که شما گفتین امروز فندها از کشورهای دیگه جمع میشود، از تکس دیگرا تا برای انسان افغانی نان و آب بیاورد دمو هم اختلاس میشود، دمو هم دزدی میشود. ولی در گذشته ها چنین نبوده است. در اون وقت مردم نقش خود را به عنوان مسلمان میشناختند و دولت ها به عنوان حاکم مسلمان نقش خود را میشناختند. میفهمیدند که مشکل اساسی فقر است. مشکل اساسی که دولت اسلامی متوجه از اون می بود، میفهمید که فقر است، ناداری است، شکم مردم باید سیر شود. برای مردم زمان معنویت و ارزش‌های اسلامی خوب تفهیم می شود که به عمل خود نشان بدیم. هم مردم می فهمیدن مسئولیت خود را، تجار خیر و مسلمان هایی که صاحب پول بودند، و هم دولت ها نقش خود را می فهمیدن، از مردم زکات را جمع می کردن، به صورت بسیار خوب توزیع می کردن. امروز متاسفانه در همین طول 20 سال گذشته و حتی اکنون و نمیفهم آینده ها چی می شود، در این ارتباط شاهد هیچ تلاش جمعی از سوی دولت ها و حکومت ها نبودیم. انجمن های خیریه هم در ارتباط جور نشد و متاسفانه تاجران هم به جای از اینکه در ارتباط بیشتر کار بکنن، شما میفهمین با آمدن موسم زکات مثل رمضان و برخی وقتهای مصیبت ها مثل کرونا و موارد دیگر، به جای از اینکه سخاوت را زیاد بکنن، احتکار شروع می شود، قیمت فروشی شروع می شود، جدا از یک سلسله از تجار خیر ما که همیشه در کنار مردم ما بودند. یعنی هم ما نقش خود را فراموش کردیم و هم حکومت ها متاسفانه. واقعا که حقیقت همی است، تلخ است ولی مجبور که باید بگوییم. دوستان عزیز، میریم به سوی یک وقفه، دوباره برمیگردیم و انشالله ادامه بحث را دنبال بکنید با ما. برگشتیم. بیننده های نهایت گرامی، شما هم خوش آمدید به بحث امروزی ما که موضوع زکات است. جناب استاد، در کدام، در چه مال ها و یا در کدام مال های زکات فرض میشه و یکی مقدار از این اموال را که شما بیان میکنید چه اندازه باید باشه؟ جزاكم الله خیر. زکات خود در مواد بسیار زیاد فرض می شود. انسان که اموال داشته باشد و شروط در او باشد، مثلا مال قابل نما بوده باشد، خود انکشاف کرده باشد، یعنی توانمندی و قابلیت رشد داشته باشد، یک سال بر او گذشته باشد، در ضمن از او انسان قرضدار نبوده باشد، بیشتر از نیازهای خود و خانواده اش باشد. قرضدار یعنی چقدر؟ طبعا وقتی که انسان مالش به اندازه نصاب شرعی میرسد که عالم میگم، بعد اگر قرضدار بود و از نصاب بخواهد بپردازد،
نصاب از درجه معین کم شود. به اون صورت واضح است که یعنی به این زکات لازم نیست. هر قدر قرضداری که نصاب را از بین ببرد، عالمی هم که نصاب چقدر است. در جواهرات، در طلا زکات هست، در نقره زکات هست، در حیوانات، در شتر زکات هست، به نام مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در اسب زکات هست، در گوسفند زکات هست، در شتر در 5 شتر زکات هست، در اسب در 5 اسب زکات است، در گوسفند در 40 گوسفند زکات است، در گاو در 30 گاو زکات لازم می شود. ابتدای هر کدامش همین ابتدا است. بله، انتها باز متفاوت است. مثلا اگر 30 به 60 برسد، به 40 برسد، متفاوت است که احکام خود را دارد. و همچنان در زمین ها، در زمین های زراعتی زکات است. بنابر برخی از مذاهب در عسل زکات است، در فراورده های ترکاریجات و میوه ها زکات است، در اموال تجارتی زکات است. یعنی مسائل متعددی که این باب بسیار باب فراخ و وسیع است و موضوع بسیار یعنی دامنه دار. اما در باب طلا و نقره باید بگویم که علما مقرر گذاشتن بنابر وقت فعلی یا بنابر دوران فعلی در 595 گرام نقره زکات لازم می شود که معادل از این تقریبا حدود 40,000 افغانی می شود، یا اگر 39,600 در حدودی. یعنی باید دقیق معلوم شود که وزن یک گرام نقره در بازار چقدر هست. یا بر حسب طلا اگر ببینیم، من می خواهم این نکته را کمی دقیق تشریح بکنم چون بسیار سوال می شود. بر حسب طلا در 85 گرام طلا که طلای عیارش 24 بوده باشد زکات لازم می شود. اگر عیار طلا 24 نبود، 21 بود، در اون صورت به 95 گرام. و اگر عیار طلا 18 بود، در اون صورت به 110 گرام طلا زکات لازم می شود. مثلا اگر طلا گرامش بوده باشد 5000، در حقیقت در 85 گرام طلا حدوداً 4 لک می شود یا 4 لک و 20 هزار می شود احتمالاً. که دوستان محاسبه بکنن در این اندازه زکات لازم می شود. چطور قدر تفاوت بین زکات و نقره ایجاد شده؟ یعنی در 40,000 یا 39,000 روپه با اینجا 4 لک روپه. در دوران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم طلا و هم نقره به عنوان پول رایج بوده است. وقتی پول رایج میگم به این معنا که کسی که معادل امی طلا و نقره هم داشته باشه برایش زکات لازم است. ولی شما به یک نکته بسیار مهم انگشت گذاشتین، اویی که تفاوت بسیار زیاد است. در دوران رسول صلی الله علیه و سلم و در صدر اسلام، یعنی دوران تابعین و تبع تابعین و دوران مجتهدین، میان طلا و نقره زیاد تفاوت نبوده است. طلا هم به عنوان یک سکه بوده است به حساب دینار، و نقره هم به عنوان یک سکه بوده است، یک پول متداول بوده است به عنوان درهم. تفاوتی زیاد وجود نداشته است. اما متاسفانه در طول تاریخ نقره بازار خود را از دست داد. به می اساس علما امروز شدیداً اختلاف کرده است. میان از این که مثلا اگر کسی 40,000 افغانی داشته باشد، در صورتی که قرضدار نباشد، در صورتی که احتیاجات شخصی خاص نداشته باشد، در صورتی که نفقه اولادهای خود داشته باشد، و در صورتی که یک سال هم به 40,000 بگذرد و از این 40,000 کم نشود، در این صورت آیا بالای از این زکات لازم است؟ برخی از علمای بزرگ جهان اسلام گفتند که باید زکات پول نقد را بر اساس طلا بسنجیم. چون امروز نیازها بسیار زیاد است. 40,000 در حقیقت ماش یک ماه یک شخص است. یا بیشتر یا کمتر. بسیاری از علمای محقق و دانشمند در جهان اسلام مثل شیخ ما دکتر یوسف قرضاوی، علمای ازهر شریف فتوا دادن که نصاب مقرر را باید طلا تعیین بکنیم. زیرا در 40,000 اگر کسی 1,000 زکات بدهد، یعنی 2.5%، در 595 گرام مثلا نقره 2.5% زکات میگردد. اگر در 2.5% زکات در 40,000 تقریبا 1,000 می شود. یعنی بیشتر نیازهای شخصی از این 40,000. امروز 40,000 یک نسخه شاید دکتر و معاینات اینا شود. بنان به می خاطر علما و بزرگان ما مقرر کردند که خوب از زکات پول نقد را بر اساس طلا بسنجیم که او در حدود تقریبا 4 لک می شود، یا اگر 85 گرام طلا بگیم بهتر می شود طلایی که عیارش 24 بوده باشد. اینجا باز میگم یک اختلاف شامخ است. اگر دوستای ما سوال بکنن از یک عالم و از یک دانشمند، او برایشان بگوید که اگر 40,000 بیشتر دادی زکات بده. و اگر از یک عالم دیگری پرسان بکند، او برایش بگوید که در 4 لک روپه والای تو زکات می شود، یا معادل 85 گرام طلا یا 20 مثقال طلا که در نصوص شرعی آمده. در این صورت ما برایش میگیم که به قول امو عالمی که برش اعتماد دارین و بر نظرش برتان راجع هست و اعتماد قلبیتان میه، به مو عمل بکنین. والله اعلم نظر محققین ای بوده است که در 4 لک زکات می شود، یعنی در 85 گرام
طلا، زیرا طلا بازار خود را از دست ندادند. بله. اما نقره بسیار نوسان داشته است و امروز دیگه چیزی قابل توجه شمرده نمی‌شود. بله. باز هم چون برخی از علما هنوز هم در کشور ما هستند که بر حسب نقره زکات میگویند. بله. در اما 200 درهم نقره حدوداً در فعلا امروز در 40,000 1,000 زکات می شود، در حدود 40,000 یا در 39,655 افغانی به می معادله که ما بازار را وقتی نرخ می گیریم یا در می شب و روز نرخ بازار را می بینیم متوجه می شیم که امی قیمت ها در بازار متداول و مروج است. امی ضروریات روزمره زندگی گفتیم که فارغ از این چیزها باشه با زکات لازم بشه بالا انسان در صورتی که نصاب پوره کرده باشد. امی ضروریات روزمره زندگی را علما چه چیزا تعیین کردن؟ ضروریات روزمره زندگی هر آن چیزی است که زندگی بدون از او ممکن نیست. یکم، یا زندگی بدون از او دچار مشکل و دشواری می شود. مثلا در او اساسیه خانه است، بله. در او لوازم است، در او فرش و ظرف است که انسان باید یارا خریده باشد، بله. بعد پول داشته باشد. بله. اینطور می شود که در خانه هیچ ظرف و فرش نباشد، 5,000,000 در جیب داشته باشد، بعد از این زکات هم بدهد. بله. الله تعالی اجرش بدهد ولی زکات بر او پول نمی شود. زیرا ای باید وسایل خانه خود را کامل بکند. در قدیم مرکب سواری میگفتند، یعنی چیزی که بالای از او انسان از یک جا به جای دیگر برود. نه. امروز معادل از او موتر است، یعنی موتر داشته باشد که اگر نیاز به موتر باشد و یا موبایل وسایلی که متعلق به کار و بارش می داشته باشد، امی وسایل را که داشت دیگه پول برایش مان که نیاز خاص در زندگی و او پول ندارد. نه. چیزی تزیینی نیست، او را باید نگاه کند یک جای قرار. بله. به او پول زکات لازم می شود. اما اگر مریض باشد مثلا نسخه ها هر ماه ببیند که نسخه مسیح 1,000 و 40,000 می شود، ای پول باید به نسخه ها اختصاص داده شود و به او زکات لازم نیست. بله. ضروریات زندگی دو شرط، یکی که زندگی بدونی از او ناممکن باشد. بله. دومی که زندگی بدونی از او دچار مشکل شود، قوام خود را از دست بدهد. از خود یکی از استادای بسیار معروف مذهب ما در مصر پرسان کردند که ما در خانه تلویزیون نداریم و پول هم داریم، حالا چی باید بکنیم؟ آیا تلویزیون جزء اساسی زندگی ما است؟ شیخ فتوا داد که با این پول تلویزیون بگیرین. بله. زیرا تلویزیون با او اخبار را میبینین، درس ها را میبینین، یکی از وسایل اساسی خانه امروز گشته است. بله. بنابر او یعنی انشاءالله تشریح کرده باشم که وسایل مورد نیاز هر آن چیزی که زندگی بدون از او سر و سامان نمیگیرد. بله. از کالا تا خوراک تا پوشاک تا همه موارد. بله. انشاءالله نست. حتی ازدواج. بله. حتی پولی که انسان برای ازدواج ذخیره میکند، زیرا ازدواج یک مسئله بسیار اساسی و مهم است. بله. بدون از او پول را باید حساب نکند، بعد از او برای زکات مقدار را اختصاص بدهد. بله. خب در ارتباط انشاءالله بعد از وقفه هم صحبت میداشته باشیم. فعلا دوست عزیز یک وقفه کوتاه رو دوباره برمیگردیم. برنامه فرهنگ و تمدن اسلام است و امروز در ارتباط به موضوعاتی که مرتبط به زکات است، چون ماه مبارک رمضان است، خداوند هم روزه همه ما و شما را قبول بگرداند. طاعات و عباداتی را که در این ماه مبارک رمضان انجام میتیم خداوند به درگاه خود خالصانه قبول بگرداند. موضوع زکات خیلی مهم است جناب سعید صاحبی، که در ماه مبارک رمضان اکثریت مسلمانان و هموطنان ما میخواهند که زکات خود را بپردازند. بنابراین ما کوشش کردیم که سوالاتی را که دوستا فرستاده بودند در این برنامه بگنجانیم. اما موضوعی که پیشتر ما صحبت کردیم، باز رفتیم به جزئیات، موضوع پولی را که در خانه انسان نگاه میکنه و از او استفاده نمیکنه، اگر هر ما از او استفاده بکنیم، یعنی زکات بدیم، هر سال کم میشه و خلاص میشه بالاخره. یکی دوم دیگه زیورات را که خانما استفاده میکنن در دست، در گوش و یا در گردن میندازن، یعنی یا چگونه است برایشان زکات میاد یا نه؟ شریعت برای مالی که به او زکات لازم است یکی از شروط اساسیش را مسئله نمو گفته است. بله. که او باید قابلیت رشد را داشته باشد. بله. یعنی اگر او را ما در تجارت بیاندازیم، در کار و کسب بیاندازیم، او قابلیت رشد و نمو را داشته باشد. به این خاطر مثلا به خانه ها و موترها زکات نیست اگر به هدف تجارت نباشد، زیرا او قصد رشد ندارد، یعنی قابلیت رشد ندارد. یک خانه خودش دو خانه نمی شود. اما وقتی پول را در تجارت بیاندازی، احتمال رشد و نمایی از او هست، همچنان که احتمال نقصانش است. به این اساس امین نمو در مال دو گونه است استاد، یا حقیقی است، یعنی به این معنا که شما یک مال را، یک پول را در تجارت انداختین و خود به خود قابلیت نمو را دارد، یا تقدیری است،
به این معنی که مال جنسن قابلیت نمو را دارد، این که خودت را حبس کردی این مشکل شریعت نیست. بله. مثلا یک کسی 10 لک افغانی در خانه دارد. بله. شریعت بر حسب مال از این نظر میکند، نه بر حسب خاصیت خود شخص. علی آدم این پول را ورداشته است، در بانک گذاشته است، یک جای قرار به اصطلاح برای خود دفن کرده است. شریعت میگوید این پول باید در جامعه نشر و پخش شود، پول در پیش کسی ذخیره باقی نماند. به این اساس به این آدم زکات لازم میشود، هرچند پولی ازی هیچ زیاد نشد در ماها. بله. در سالها، اما قابلیت زیاد شدن را داشت که خودی ازی استفاده نکرد، این بحث جداگانه است. بله. این در قضیه پول است. بله. یعنی ذخیره کردن پول به صورت بسیار هنگفت و بسیار زیاد شرعاً کار نادرست است. باید پول در تجارت بیان انداخته شود، باید پول در معاملات در دوران باشه، در دوران در معاملات تجارتی در دوران باشد. اما قضیه طلا اینجا یک بحث بسیار پیچیده است. بله. و امروز هم فقهای ما سریزی زیاد بحث میکنند. بله. طلای خانم ها یا بالای از او زکات هست یا خیر؟ علمای ما موضوعی که اکثریت خانم ها الحمدلله در افغانستان به این تشویش دارن و فکر میکنن همیشه که چه باید بکنم. علمای مذهب ما یعنی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و بزرگان ما گفتند که بر طلا هم زکات لازم است. بله. اگر بیشتر از امون حد نصاب شرعی 85 گرم باشد. بله. یا 20 مثقال. زیرا طلا هم از جمله اموالی است که قابلیت نمو و رشد را دارد و در بازارهای تجارتی امروز به عنوان یک مال تجارتی گران قیمت ارزش دارد. بله. بنان طلا طبیعتا که برای زکات لازم میگردد، ولو اگر این خانم همیش حبس بکند، در گردن خود بیاندازد و هیچ استفاده مالی و تجارتی از این نکند. این را علما حبس کردن میگویند در حقیقت. اما برخی از علما و بزرگان دیگری ما که در جهان اسلام تحقیق کردند گفتند که اگر به قواعد کلی شریعت ببینیم، در گذشته همین نظر بوده است، از امام غزالی بوده است، امام نووی گپ را گفته است، امام ابن تیمیه گفته است، امام ابن رشد همین نظر را دارد و از علمای بزرگ فعلی هم استاد عبدالله ابن بی، دکتر یوسف قرضاوی و شیوخی از هر همین نظر را دارد که طلای خانم اگر به اندازه زیاد گزاف نباشد. بله. که مثلا مثل کنز واری پیش خود، یک مال دفن شده واری پیش خود زیاد انبار کرده برود و فقط اما قدری باشد که روزانه استفاده می کند و نزدیک به حد نصاب باشد، یعنی 85 گرم باشد یا 87 گرم باشد یا 90 گرم باشد، به این مال از نظر این اندازه از فقها و دانشمندان زکات لازم نیست. بله. زیرا در حقیقت مال است که نمو از او گرفته شده است. بله. نظیر یزیر ما در مذهبم داره، مثلا اگر کسی مروارید داشته باشد، زمرد داشته باشد، جواهرات مختلف داشته باشد. بله. هر چه قدر داشته باشد به نیت تجارت نبوده باشد، این برای زکات لازم نیست، زیرا او اصلا قابلیت نمو از او سلب شده است. بله. امی علما در ارتباط به زکات که امواری که متعلق به زیورات خانم ها است امی نظر را داده است. بله. من چرا همیشه دو نظر را میتوم؟ بله. به این علت که یکی نظر مذهبی ماست و علمای ما پیرامونی از او باب باز کردن و سرش اعتماد کردن، و یکی یک نظر فارغتر را میگویم. بله. که برخی از محققین در جهان اسلام چنین نظر هم دارند. بله. اعتماد را میگذارم به این که یعنی یک برادر و یک خواهر خودش چی چیزی را یعنی از استادا و علمای دیگری که پرسان میکنند تا من باید دلشان شک پیدا شود یا شبهه ایجاد شود. نظر مذهب ما همی است که برای مال هم زکات لازم است، هرچند جمهوری از علما و محققین میگوید که برای مال زکات لازم نیست چون قابلیت نمو را از این گرفته ایم. بله. اما اگر خانم زیوراتش به اندازه ای باشد که 40 مثقال باشد. بله. دو چند میار یا بسیار زیاد باشد، 200، 300، بسیار زیاد مثلا نزدیک به نیم کیلو بوده باشد، در این صورت برای زکات لازم است حتما. بله. زیرا در حقیقت در حکم می رود که والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، کسانی که طلا و نقره را کنز میکنن، ذخیره میکنن و در راه الله را زکات نمیدهند، فبشرهم بعذاب علیم، اینها را به یک عذاب سخت و دردناک بشارت بده. بله. یعنی نباید من حیث مال مدفون. بله. قرار بگیره، انشاءالله واضح شده باشه. نظر شما و نظر معتدلی که امودل کسایی که عمل بیننده برنامه هستن که دو طرفه نشن، مثلا کسایی هستن خود دختر خانم ها و یا خانم های در خانه عمل برنامه را میشنون و یا میبینن، یا دیگه متیقن شون که خیلی اینمی کارمت درست است، چی باید بکنم؟ انشاءالله اگر میان اردو نظر جمع بکنیم، چنانچه استادای ما در افغانستان برخی از علمای بزرگ ما جمع کردن، این است که اگر کسی در حوالی 85 گرم طلا
طلا داشته باشد، زیورات داشته باشد، یعنی 86 یعنی 87 به اندازه بسیار زیاد نباشد که ایره ذخیره کرده باشد، بله. کنز کرده باشد به استفاده روزمره یا یکی بله. محافلی که محافل و اینا انشاءالله العزیز قول علمای محقق در این راجع است که برای زکات نیست. اما اگر چنین باشد که بسیار زیاد طلا باشد، 200 گرم باشد، 300 گرم باشد، نیم کیلو بوده باشد، برای زکات طبعا که لازم است. اختلاف را به خاطر ذکر میکنم که در این تو مسائل مردم جدیت زیاد نشان نتن. زیرا بحث اختلاف است. یعنی وقتی ما این قول میگوییم یک کسی زود عصبانی شود که قول شما اشتباه است. نه، در اختلاف انکار نیست. بلکه در اختلاف پذیرفتن یک دیگر است، در اختلاف احترام به یک دیگر است و ان شاء الله العزیز این نظر معتمد و راجع خواهد بود. چنانچه فتوای از هر شریفم امیرا در می اواخر فتوا دادن تایید کردن. بسیار زیاد تشکر. بعضی از دکاندارا پرسیدن که ما در دکان خود اموال بسیار زیادی داریم که قادر به این نیستیم که ایرا امو راس المال یا ای که امو قیمت مجموعی از این دکان پیدا بکنیم. در این صورت ما چه باید بکنیم؟ یک و دوم دیگه ای که یعنی پول یا امو مالی را که در دکان داریم به اندازه ای است که به حد نصاب میرسه یا ای که بالاتر از حد نصاب است، چندین حد نصاب شاید شوه، ولی فروشات به اندازه ای نیست که ما زکات از ایره بپردازیم، چون امو قدر فروش میکنیم که به زندگی روزمره خود میرسیم آل دهی شرایط و دمی زمان. یا چه باید بکنن؟ جزاکم الله خیر. اصل مسئله خویی است که چون زکات یک حق الله است و در عین حال حق بندگان است، یعنی زکات در حقیقت مالی است که در او هم الله متعال حق دارد و هم بندگان. اگر کسی زکات را نمی پردازد نزد خداوندم ماخوذ است و نزد بندگانم انسان بدبخت و حق خور است، حق بندگانم در حقیقت خورده است. از این حیث در این مسئله یک کمی جدیت به خرج داده می شود. یک کسی اموال زیاد دارد در دکان، جواهرات دارد، طلا دارد و نمی تواند کی را حساب بکند. من باور دارم که این از جمله سوالات شاید بیشتر فرضی باشد یا به اساس بی‌مبالاتی. این آدم باید بلهای خرید را ببیند، به چه قیمتی خریده است، بلهای فروش را ببیند، به کدام فروخته است. طبعا این اموال خود یک حساب ضمنی و احتمالی دارد. به حد اعظم تلاش بکند که اموال را حساب بکند. حساب کردن اموال زیاد فرصت را نمیگیرد. یعنی گفتم تمامی از این اموال خریده شده است و ما هم نرخ بازار را میفهمیم من حیث یک کسی که کاروبار ما امی تجارت است، من حیث یک کسی که دکاندار هستیم، صاحب کار هستیم، میفهمیم که این مال چقدر ارزش داره، این مال چقدر ارزش داره. باید یک حساب تقریبی از ما صورت بگیرد. برخی از آلات را داریم که فقها تشریح کردند که او بیخی حساب ناممکن است. او بر حکم اغلب میرود، او یک چیز جداگانه است. اما فعلا در دکان هایی که فعلا داریم، مثلا یک دکان می باشد، دو دکان می باشد، سه دکان می باشد، یا نهایت فکر کنیم یک مارکت می باشد، اموالی که در این است قابلیت شمارش را داره و از اندازه شمارش بیرون نیست. به این برادرها توصیه می کنم که فرصت را بگذارند برای شمارش از این، زیرا هم قرض مردم است و هم قرض خداوند است. و در مسئله قرض بنده جدی بوده می تواند ان شاء الله العزیز. موضوع دیگری که مثلا اوقدر پول به دست نمیارن که مثلا بر زکات ادا بکنن کوتاه. در ارتباط هم بسیار مختصر بگیم که زکات بر خود مال تجارت لازم است. شریعت حتما قید نکرده که حتما فایده میکنین حتما نقص میکنین، زیرا در تجارت فایده و تاوان یک چیزی بسیار معمول است. انسان بسیار زیاد نقص نکرد، انسان بسیار زیاد فایده میکنند. از این خاطر به ما اندازه که شما پول دارین و او در قفسه مال دارین و او در قفسه ها چیندین و او مال تجارت است، او هم اندازه است که نصاب بر او پر است، بر او زکات لازم است، هرچند فروشات به اندازه باشد که ضعیف. وقت این رقم امکان داره مثلا یک نفر اگر دکان زیورات داره یا یکی دکان دانباب سنگای قیمتی داره یا یکی دکان داره که اموال خوراکه در اونجا خرید و فروش میشه، ولی خرید یعنی گفته از او به حد دینیست که بتانه از او پول زکات از او را پیدا بکنه و زندگی روزمره خودم بچلانه، میتونه که دکاندار از اموال دکان خود زکاتش بکشه و کسایی که طلا فروش هستن یا سنگ فروش هستن از اونمو زکات؟ به شرطی از این که از اندازه نصاب مالش کم نه، جرای دارایی شخصی ازش شمرده می شود. به شرطی از این که از اندازه نصاب مالش کم نکنه، بله کاملا انشالله العزیز می تانه و مختار است، مشکل نداره. زکات چی از جنس مال چی مقدارش پرداخته می شود.
بسیار زیاد تشکر جناب سید صاحب محترم. دوستان عزیز، یک وقفه دوباره برمیگردیم و همچنان موضوعات درباره در ارتباط به زکات ادامه داره، دنبال کنید برنامه. باز هم خوش آمدید بیننده های گرامی. در ارتباط به موضوع زکات صحبت ها را با جناب استاد خیلی رحمان سعید، ما از ابتدای برنامه تا حال در ارتباط به زکات صحبت داشتیم. یکی از موضوعات دیگری است که اکثریت هموطنان ما یا مسلمان ها در هر جا و گوشه و کنار دنیا که زندگی میکنن، ای است که اگر یک نفر چندین خانه و چندین موتر و دارایی می داشته باشه، از چی چیزای از یا باید زکات ادا کنه؟ جز کمال آخرین مقدار خانه ها، ولو اگر کسی 10 تعمیر داشته باشد 15 تعمیر داشته باشد، و مقدار موترها اگر به هدف تجارت نبوده باشد، یعنی خرید و فروش نباشد در مسئله، یا به قصد اجاره دادن نباشد که این موترها را انسان به اجاره بدهد یا خانه ها را به اجاره و کرایه بدهد، در اون صورت از اینها زکات لازم نیست، چون مال قابلیت رشد نیست که قابلیت رشد را داشته باشد. اما اگر شخصی ما داشتیم در گذشته ها این مسئله را فقها بحث کردن و امروز متاسفانه وجود داره که یک کسی به خاطر از اینکه از زکات فرار بکند، پول نقد خود را خانه میخرد، زمین میخرد. در این صورت میگیم که چنین شخصی مرتکب یکی از بدترین گناهان شده است و او حیله و فریبکاری با الله متعال است و او نیرنگ با خداوند متعال است. یا اگر کسی متر زیاد دارد، مثلا یک تا دو تا دارد، در این میان همین دو دانه متر از این مورد نیازش است، متباقی را انبار کرده است، یک ده متر را، این هم عمل نادرست و غیر شرعی است. از این خاطر برای جنس خانه و در جنس متر زکات نیست. اما اگر این را به کرایه میدهد، به اجاره میدهد، به گروی میدهد، اگر بنابر قول فقهای عمل بکنیم که گروی را درست میدانند، بر حاصل از این و بر فایده از این زکات لازم است و حتما باید تادیه شود. یعنی نباید پول، اسلام در ارتباط به این که پول انسان داره، نباید او را در جای معطل قرار بده که هیچ از اون خودش استفاده بکنه نه کسی دیگری. در ارتباط شریعت بسیار جدی است. راکت کردن پول امروز در سیستم اقتصادی معاصر هم یکی از مصائب اقتصادی معاصر است و شریعت در این مورد با الفاظ بسیار جدی میگوید که این عمل نادرست و باطل است. یک نیزونه کنز میکنن، مال را پیش خود حفظ میکنن و برای جامعه توزیع نمیکنن. اگر یک شخص مثلا در این شرایط فعلی که ما قرار داریم پول در دستش داشته باشه، ولی فکر بکنه که اگر همین پول خودم من در جیبم نگاه کنم، شاید از پیش ما مصرف میشه، خلاص میشه، بیا میره یک زمین میخرم تا این پول من بانه و در زندگی آینده برای اطفال و اولادا هم استفاده شود، بر او زکات لازم نمی شود. و در ضمن اگر زمین زراعتی باشد، با زکات بر محصولات از او از قضیه عشر است و مسائل دیگر است که متعلق به او است. اما یک زمینی که عادی باشد و درش چیزی کش نبوده باشد و از او فایده ای حاصل نمی شود، به او لازم نیست. هرگاه زمین در برنامه فایده رسانی مصرف شود، جناب استاد، مثلا سر از او کار شود، تجارت شود، باز بر حاصل از او زکات لازم می شود. اما برای می توی شخصی که فقط زمین خریده، زکات لازم نمی شود. آیا این امکان هم داره که مثلا زکات یک سال و یا چند سال یک بار آدم پرداخت بکنه، یعنی پیش از پیش پرداخت بکنه، یا ای که سالهای قبل پولدار بوده ولی زکات نداده بوده، آله بخواهد ادا بکنه از او زکات؟ قضیه تعجیل یا عجله کردن یا شتاب کردن در مسئله زکات یک مسئله میان علما بحرود بحث است. فتوای معتمد و درست و راجح امی است که مذهب ما گفتند که درست است، کار صحیح است اگر نیاز باشد. یعنی آدم یک مستحق را میبیند و متوجه میشود که من خود نصابم دارم و زن غالب یا گمان راجحش این است که این نصاب از بین نمیره انشاءالله، یک سال بعد و دو سال بعد و سه سال بعد، بعد امی پول یا امی مقدار سه سال را یک بارگی زکات میدهد. یعنی پیش خود حساب و محاسبه میداشته باشد. در این صورت مذهب ما و علمای ما جواز دادن، عمل درست است، یعنی شرعا مشکل ندارد. خود طریقه خوبی است که سال به سال زکات داده شود تا حساب تصفیه شود، زیرا نصاب به مو حالت باقی نمی ماند، یا کم می شود یا زیاد می شود. اگر زیاد شد باید هر ساله محاسبه بکند، و اگر کم شد خو زکات سر از
ساقط می شود. بنان قبل از قبل زکات دادن در صورتی که نیاز باشد، در صورتی که یک مستحق باشد، یک جای سفر میکنن زود برش پول میتیم که قبل از اینکه میاد پول شوی پول را بگی، به او صورت مشکل شرعی ندارد و درست است. اما اگر ضرورت نباشد باز خوب است که در نهایت سال وقتی یک حول یک سال سرش بگذرد زکات داده شود. تأخیر در زکات بدون عذر شرعی، بدون توجیه شرعی نادرست و عمل یعنی غیر شرعی است، ناجایز است، به سرحد حرام نمی رسد، درست است، اما باید انسان زود دست فقرا را بگیرد. خب اما اگر این تأخیر بنا بر یک عذر شرعی می باشد، مثلا عذر شرعی است که فلان به این پول عاجل نیاز دارد، باز میگه یک ماه بعد پول را میتم زکاتش یا دو ماه بعد میدهم، در صورت ان شاء الله که ماخوذ نباشد، زیرا زکات از جمله فرایض است که التراخی است، یعنی زمان در بر ممکن بگیره و مشکل خاص انشالله نداشته باشد. ولی اگر بدون موجب باشد، به این ترتیب تعطل باشد، تنبلی در ادای فریضه باشد، مال دوستی باشد، بخل باشد، حب مال باشد، در این صورت ناجایز است و عمل غیر شرعی، زیرا زکات برای زمین آمده است که محبت مال را دور بکند از انسان و قلب را با خدا مستقیم بکند. در این حالت ای آدم محبت مال را ترجیح می دهد و عبادت الله را معطل قرار می دهد. همچین از در قضیه حج و در سایر فرایضی که علی التراخی است. بله، اگر یک شخص مثلا در ابتدای سال صاحب نصاب است ولی آهسته آهسته و در مابین سال می رسه امی نصاب از این کم می شه که از امو حد نصاب پایین می آید، این شخص چی باید بکنه، ادا کنه یا نه؟ زکات. تفصیل ضرورت است، به خاطر از اینکه انسان اگر در ابتدای ماه رمضان صاحب نصاب می باشد و بعد در وسط ماه، در وسط سال دچار شکست مالی می شود و از حد نصاب پایین می آید، مثلا 4 لک از این می شود 3 لک 2 لک و نصابی از این نقصان کرده می رود، اما صفر نمی شود، اینطور نمی شود که کل نصاب از بین برود، می ماند پیش از این 10,000 در وسط سال، 10,000 میماند، بعد میاد تا آخر رمضان، تا رمضان بعدی، بله تا آخر سال که میاد، بعد 4 لک از این پس پوره میشود، یا 4,50,000 میشود، یا 4,60,000 میشود، نصاب را پوره میکند، به این زکات لازم است، زیرا نقصانی که در وسط سال میآید اصل مال را ضربه نمیزند، مطابق نظر راجح و درست. البته به شرطی که این نقصان به گونه ای نباشد که کل مال را از بین ببرد، مثلا یک کسی نصاب زکات داشت، پول داشت، اگر به حسب نقره بگیریم 40,000 50,000 داشت یا 4 لک 5 لک داشت، بعد در وسط سال همه پول ازی برباد رفت، از این نصاب یک افغانی هم نماند، باز که پول پیش از این میاد 4 لک دیگه میاد 5 لک دیگه میاد، اون حساب از سر گرفته از سر شروع میشه، این حسابی گذشته از بین رفت و دیگه این مالی که از او شمرده نمیشود، بلکه حساب از سر شروع میشود. نقصانی که در مال در جریان سال به وجود می آید به زکات صدمه رسانده نمی تواند، به شرطی که نقصان نقصان کلی و دائمی نبوده باشد، بلکه ابتدای سال و انتهای سال مهم است و محاسبه می شود. بله، بسیار زیاد تشکر جناب سید صاحب، باز هم دوست عزیز یک وقفه دوباره برمیگردیم و بخش اخیر برنامه ما باقی است. بخش اخیر برنامه هست دوستای نهایت عزیز، اگر شما برنامه را در اخیر برنامه با ما پیوستید و از ابتدا دنبال کرده نتانستید، بعد از نشر برنامه شما میتونید که به یوتیوب چینل طلوع سر بزنید و بیننده برنامه به صورت کامل باشید. انشالله هر آن سوال و مسئله که در ارتباط به زکات بوده باشه، ما متوقن هستم که تا حد توان حل میشد در این برنامه اگر شما بیننده باشید. جناب سعید صاحب، موضوع دیگه ای که اگر یک نفر صاحب نصاب است در ابتدای سال وری در مابین سال میریم خیلی بالا میشه و حد نصابی که داره به چندین برابر میرسه، ای چه باید بکنه؟ اگر زیادتی در نصاب آمد در جریان سال، نقصان را خود گفتیم که ضرر نمیرساند به شرطی که در انتهای سال نصاب پوره بوده باشد، اما اگر زیادتی میآید و این زیادت تا اخیر سال دوام میکند، مثلا کسی 4 لک افغانی دارد، اگر 4 لک میار زکات را پوره بکند، 85 گرام یا 20 مثقال طلایی که عیارش 24 باشد، اگر این طلا را 4,000 گرام 5,000 بگیریم، حدوداً 4,25,000 می شود. انشاءالله اگر اشتباه نکنم محاسبه را دوستان خودشان می توانند.
مثلا اگر در 4 لک یا 4 لک و 25 هزار ما زکات را لازم بدانیم، در ابتدای سال 4 لک و 25 هزار دارد، در وسط سال 5 لک می شود، در نهایت سالی پول 6 لک می شود، علاوه بر 4 لک از 2 لک دیگه هم زکاتش را می پردازد، یعنی لازم است، محاسبه می کند و زکات ادا می شود. اما اگر به گونه باشد که مال از این جنس نیست، از جنس دیگر است، مثلا پول دارد، پول نصاب زکات 4 لک و 25 هزار پول نصاب را دارد، اما در وسط سال گوسفندا زیاد می شود، 20 گوسفند به حساب از این می آید، یا شتر پیدا می کند، یا چیز دیگری پیدا می کند که از این جنس پول نیست، به این صورت در این نوع مال مستفاد زکات لازم نیست تا که امون نصاب خود را پوره نکند. او جنس باید نصاب خود را پوره کند. از یک جنس اگر در وسط سال و در انتهای سال زیاد شد، از او زکات لازم است. اما اگر جنس مختلف بود، باز به او زکات لازم نیست. جنس یکسان چی چیزی است؟ نقره، طلا، پول، اینا جنس یکسان است. مثلا کسی در ابتدای سال 4 لک و 25 هزار افغانی داشت که به این زکات لازم است، در انتهای سال 10 مثقال طلای دیگه هم پیدا کرد، این 10 مثقال طلا هم پولش هم میسنجه که 4 لک و 25 هزار جمع میکنه، یک جایی زکاتش را میدهد، اما 2.5% از این را اختصاص میدهد، از طلا و نقره 2.5% پول را میکشد و برای فقرا و نیازمندی ها زکات میده. خب یک موضوع دیگه ای که کسایی که قرضدار هستن معمولا در ارتباط صحبت های را آدم میشنوه، در بعضی از مجالس دوستان میپرسن، میگه ما قرضدار هستیم ولی پولم به اندازه داریم، ولی او طرف قرضدار هستیم، چی باید بکنن؟ کسی که مالک نصاب بوده باشد و در این نصابش کلا بالای دیگرا قرض باشد، بله، عفوا شما حالت را پرسیدین که خودش قرضدار باشد، بله. اگر خودش هر دو طرف مثلا خواه. یا ای که مثلا من پول دارم ولی بالای مردم قرض است، یا ای که من قرضدار هستم ولی پولم دارم در پهلوی ازی، اگر این پول خود برای قرضدار بتوم، حد نصابی که در شریعت تعیین شده است او پوره نمیشه. در صورت دوم خو مسئله واضح است، هرگاه کسی مالک نصاب بود و در عین حال قرضدار بود از مردم، اول قرضهای خود را ادا میکند، بعد زکات را میدهد، زیرا زکات در او هم حق الله است هم حق بنده، و در قرض تنها حق بنده است، بنان حق بنده بر حق خداوند ارجحیت پیدا میکند، در معاملات مقدمتر است. از این حیث اگر کسی پول زکات را داشت، نصاب زکاتش کامل بود، 4 لک و 25 هزار داشت ولی 2 لک قرضدار بود، باید اول قرض را بدهد، بعد ببیند که پیش از این 2 لک و 25 هزار میماند، نصاب پوره نشد، بالای از این زکات لازم نیست. اما اگر کسی به گونه ای بود که صاحب این ثروت و سرمایه زیادی هست، یعنی پول زیاد دارد در بانک ها و در جاهای مختلف، اما اکثر پول ازی به گونه قرض است، مثلا این قرض در بانک است که از او امکان کشیدنش نیست، بله، یا این قرض بالای اشخاصی است که امکان داره بدهن و امکان داره ندهن، در این صورت ما قرض را به 2 گونه تقسیم میکنیم، بله، قرض زنده و قرض مرده، بله، یعنی این تعبیر است که برخی از فقها استفاده کردن، بله، بله، قرض زنده مو قرض است که امکان حصولش میرود، بله، مثلا بانک جای مطمئن است، هرچند امروز مشکلات بانکی داریم، بله، اما واضح و معلوم دار است که به ما 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد میرسد، بله. در صورتی که امکان حصول قرض بود، این 2 اختیار دارد، میتواند فلان زکاتش را بدهد، میتواند از اون وقتی که قرض را گرفت زکات را بدهد، اما زکات گذشته را حساب میکند، بله، یعنی قرضی که امکان حصولش باشد، حصول کردن سخت نباشد، گرفتنش، بله، زکات لازم است، زیرا او ملکیت انسان شمرده میشود، چی حال میدهد چی بعدن میدهد، باید از وقتی که پول داشته از اون وقت زکات را حساب بکند، بله. میخوام اینجا بر برادرها بفهمانم که غلط فهمی نشود، برخی وقتی تو میکنن که ما مثلا 8 تک بالای مردم قرض داریم، اما روز که قرض خود از برادر گرفتیم دیگه حساب میکنیم که آل زکات بالای ازی لازم است، نه نه، از روزی که او را قرض دادیم از امون روز حساب لازم است، زیرا او جزء ملکیت ماست، ما به گونه معقد به او دادیم، به گونه بسیار مدت کم. اما اگر قرض مرده باشد، احتمال حصولش نباشد، احتمال از این نباشد که او را ما پیدا کنم یا پس بگیرم، یا همی آدم ظالم است مال مرا نمیدهد، در اون صورت برای زکات لازم نیست تا زمانی که حصول تا زمانی که حصول نشود، یعنی حصول بکنه. بله، بسیار زیاد تشکر. بهترین وقت به خاطر ادای زکات چه وقت است؟
طبعا که شریعت اسلام مواسم خاصی دارد که در او خیر بسیار زیاد ارجحیت دارد و برتری دارد، اما در باب زکات باید بگویم که فقها برخی گفتند که بهترین فرصت زکات ماه رمضان است، اما محققین ما گفتند که خیر بهترین فرصت زکات امو وقت است که نیازمندی فقرا بیشتر است. یعنی انسان اوقدر زیاد بخیل نباشد که بگوید کل چیز برای من، این زکات را میگذارم بر رمضان سال بعدی، هرچند فعلا فرصت کرونا است یا فرصت ریخت و شکست اقتصاد مردم است، بعد من نمیتونم، خیر بر رمضان میگذارم که ثواب من بیشتر شود. چه این عملی نوعا نادرست است و شرعا اشتباه است. بلکه موسم زکات امون موسم است که فقیر زیاد نیاز دارد، من جمله رمضان، من جمله مثلا مصیبت های مثل کرونا که خدای نخواسته بیاید، یا شکست اقتصادی که ملت ما در 6 ماه و 8 ماه خورده است، هر وقت موسم زکات است، اما وقتی که برای فقیر بسیار زیاد مساعد باشد. در رمضان که تاکید شده زیرا تخلق به اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم است. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان از باد و زنده کرده سخیتر میشد. به این خاطر برخی از اصحاب و تابعین زکات خود را میگذاشتند در رمضان، زیرا مشابهت با عمل رسول صلی الله علیه و سلم شود. در عصر فعلی، در شرایط فعلی، گذاشتن زکات بر رمضان خوب است، اما خوبتر از او این است که انسان مطابق موسم نیاز فقرا و حالت مردم مسکین زکات خود را بپردازد و تقدیم بکند. بله، بسیار زیاد تشکر. دادن زکات به چه کسای اولویت دارد؟ طبقاتی را که قرآن کریم بیان کرده است، طبعا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، زکات برای فقرا است، برای مسکین است. در تعبیر فقیر و مسکین اختلاف بسیار زیاد پیدا شده است. کوتا اگر به اختلاف اشاره نکنیم چون فرصت باقی نمیماند، یک دقیقه وقت داریم. درست، فقیر هم کسی است که مال به اندازه نصاب ندارد، به زندگی روزمره خود محتاج است، و مسکین هم از این بدتر است و برخی ها گفتن از این خوبتر است، به این نمیپردازیم. و در فی سبیل الله، برای انسانی که قرضدار بوده باشد، برای انسانی که در جهاد فی سبیل الله باشد یا در کار خیر بوده باشد، به اینا زکات لازم است و درست است. و در ضمن یکی از مسائل دیگری را که باید بگویم که فقهای مذهبی ما گفتند، صاحب رد المختار و صاحب کتاب ها گفتند که زکات به خویشاوندانی که در یک فامیل با ما شریک نیست خوب است و ارجح است، مثلا خاله، مثلا عمه، مثلا کاکا، مثلا ماما، به شرطی که بر پدر و مادر زکات داده نشود و فرزندان زکات داده نشود، زیرا نفقه یزی بر ما لازم است. اما اگر برادر بوده باشد که خرچ خوراک و دسترخانش در یک خانه باشد، به این زکات لازم نیست، اما اگر خرچ خوراک و دسترخانش جدا باشد، به این هم زکات خوب از داده شود، زیرا هم عبادت انجام می شود هم صله رحم انجام می شود. خب با یک باریکی، و اویی است که گفته نشود پول زکات است، و برای هیچ کسی هم گفته نشود که برادر جان این را بگی زکات است. بله. گفتن کلمه زکات درست نیست، زیرا تصغیر به وجود می آید، اون نفر خود خرد احساس می کند. لازم است که انسان زکات خود را بپردازد بدون از اینکه نام بگیرد. مذاهب اهل ظاهر و برادران فقه جعفری یا مذهب شیخ و حتی گفتن واجب است که گفته نشود که این پول زکات است، و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته است که مستحب است که گفته نشود که این مال زکات است. بله، اگر گفتن، اگر گفتن مشکلی نیست، ولی کار نادرست است و کار است که نفر پیش خود کم می آید که من چطور مال زکات یک کسی را بگیرم. بله، بسیار زیاد تشکر جناب سید صاحب محترم از اینکه به برنامه آمدید. شما هم تشکر، لطف کردید. ممنونتان. دوستان عزیز، این بود داشته های ما در این برنامه. تا برنامه دیگر و هفته دیگر که باز هم خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و نگهدارتان باشد.